سلام دوستان، به کانال خالص ما خوش اومدین. امروز با آموزش چیپس و پنیر مخصوص در خدمتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنم. چیپس بزرگ 1 عدد، باید نمکی باشه، ساده. پنیر پیتزا 250 گرم، کالباس خانواده کوچیک 1 عدد، ذرت 1 پیمانه، فلفل و پودر آویشن هم به مقدار لازم. کالباسمون رو با رنده درشت رنده میکنیم. من کالباسمون رو به جهت پایین همش میکشم که رشته های درشتی به دست بیاد. به این شکل مقدار از چیپسمون رو کف برفمون میریزیم. یه مقدار خیلی کم پنیر میپاچیم روش. میتونین از کوکتل یا قارچ هم استفاده کنین، سلیقه‌ای دیگه. بقیه چیپسمونو میریزیم. همه جا پخش میکنیم یک دست بشه. چیپس و پنیر رو میتونین تو مهمونیاتون، تو تولداتون، توی جشناتون، توی دوره هاتون درست کنین و توی میز افسونتون قرار بدین. خیلی خوشمزه و لذیذه. کالباسمون رو میپاچیم. دل بخواهی اگه دوست داشتین میتونین پر بریزین، نخواستین میتونین در حد اینکه عطر و بوش مشخص بشه استفاده کنین از کالباس رنده شده تون. کافیه. ذرتمون رو میریزن. و پنیر پیتزا مونو سعی میکنیم سطح کارمونو با پنیر پیتزا کامل بپوشونیم. من گریل گازمو روشن کردم، فقط در حد اینکه پنیرامون آب بشه کافیه. یعنی زمان بستگی به خودتون داره که پنیرتون در چه حدی سرخ بشه یا گریل بشه. میبریم که توی فر قرار بدیم با گریل پنیرمون آب بشه. حدودا فکر میکنم تا 10 دقیقه زمان کافی باشه. گازم رو روشن کردم، پنیر و چیپسمون رو توی فر قرار میدم. من حدود 10 دقیقه اجازه دادم گریل گازم روشن موند و پنیر پیتزامون همون جور که میبینین کاملا آب شده و روش طلایی شده. با کچاپ یه تزئین کوچیک میکنمش. خیلی
یه مقدار پودر آبیشن. میپاچم روش. و یه مقدارم فلفل. دوستان چیپس و پنیر ما آماده شد. همونطوری که میبینین شکل و ظاهر خیلی زیبایی داره، طعمش هم خیلی خوشمزه است. امیدوارم که پسندیده باشین، درست کنه در کنار خانواده و در مهمونی و جشناتون استفاده کنین. ما رو به دوستاتون معرفی کنین. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.